دوست عزیز بفرمایید صداتون پخش میشه. سلام عرض کردم به شما، شبتون بخیر. متشکرم، بفرمایید. جناب وارث، من فقط خدمتتون فقط بر نظر خودم بکنم در مورد برنامه شما. دارم من تلویزیون سیاسی رو میبینم، ولی شما از ورزش به قدری زیبا شیفت کردید رو مسائل سیاسی. احساس من اینه که اگر شما اینه برنامه سیاسی اجرا کنید توی که این شبکه به مراتب بهتر از مخاطب بود، ضمن اینکه برای ورزشی شما بی‌نظیره. والا نمیدونم چی بگم از این همه اظهار لطف شما، ولی من اعتقادم این هست که امروزه جهان انقدر وابسته به همه که هیچ چیزی از هیچ چیزی جدا نیست. یعنی مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، فرهنگی، اینا یه زنجیری ان تنگاتنگ با هم هستند. اگر نظری دارید که خوشحال میشم بشنوم. سلامت باشید سپه جان. دوست عزیزمون اگر صحبتی ندارن خط دیگری هست که در خدمتون باشم. ممنونم قربان، متشکرم. من یک ایرانی هستم، یک فرد هستم. ممنونم عزیزم. بکش از این مردم 75 میلیونی بکش داره آزاد کن، اینا که برده که نیستن که. سلام قربان. سلام عزیزم، ببخشید دوست عزیز، من قطع نکردم، فقط دیگه دیدم صحبتتون رو کردید. بله بفرمایید. والا من خیلی متوجه فرمایشتون نشدم، ولی برداشتم این بود که میگویید چرا از آقای نامدار مثلا صحبت کردیم یا کرده رفته، ولی جوانای رشیدی، جوانای با شهامت، گوشه زندانای ایران، گمنام که اسمش هم ما نمیدونیم، هر روز یکی داره به دار آویخته میشه. کاملا درسته، خیلی ممنونم. من میخوام بگم ارزش اونش از تخفیف بیشتر باشه. تخفیف سمبل بود، یه کاری که از 10 تا نامش مونده. روزای زنده رو امروز رو در موردش صحبت کنیم. جوانایی که همه چیزشون رو از دست میدن به خاطر من، شما، ایران، گردنشون بالایه چوبه دار. ممنونم عزیزم از توضیحاتتون. اگر تلفن دیگری داریم در خدمتتون هستم. بفرمایید جناب. بفرمایید، خواهش می‌کنم. سلام عزیزم. شما راجب صحبت است که از این کردیم که کنه صحبتی از جعفر نامدار در ایران نمیشد. مثلا تا قد نمیگم اتواقی امروز این کشاورز قدیمی ترین فوتبالیست که ملی ایران
ببخشید کی؟ کریم کشاورز. کجا بازی میکردن؟ ایشون از اولین تیم ملی که جناب استاد صدیانی مربیشون بود 120 اولین تیمی بود که تیم ملی بود که به افغانستان رفتن. آها، من حضور ذهن ندارم متاسفانه، ولی قطعا تسلیت میگیم و فرمایشتون درسته. ببینید ما داستانمون، یه لحظه اجازه بدید من برگردم، یه لحظه ببخشید. ببینید داستان واقعا این نیست، یعنی نگرش اگر این منتقل شده اشتباهه که چرا مثلا از حسن میگید از حسین نمیگید. من میگویم که همه کسانی که مثلا فرض کنید کسانی که به هر حال توی چشم هستن، مثل جعفرخان نامدار یا مثلا بویوک جدیکار که قبل از ایشون فوت کرد، اینها احترام اون مجموعه‌ای که اینها خدمت کردن بهش. یه آدم حالا ممکنه کارمند وزارت کشور باشه، وزارت کشور بایستی از او قدردانی بکنه، یه پزشکی ممکنه کارمند وزارت بهداری باشه. این نیست که ما فقط بگیم از فوتبالیستا باید قدردانی کرد یا اسم اونها رو آورد، اما در مجموعه‌ای که این آدم ها امثال جعفر نامدار و بویوک جدیکار بوده اند، ما میگوییم که اینها اومدن این مجموعه رو خودی و ناخودی کردن. یعنی آقای مثلا داوود خان نصیری، خدا رحمتش کنه، ایشون هم دو هفته پیش فوت کرد. چون ایشان در ایران بوده، ایشان که دیگه سنشون بالا بود، بعد از انقلاب کاری نتونسته بودن انجام بدن، از ایشان قدردانی میشه، اما از جعفر نامدار نمیشود. چرا نمیشود؟ دیروز بحث ما کردیم که آقا اینا کلن روابطشون خوب نیست، منتها پیش کسبت های ما، همونجور که آقای محمد بیاتی دیروز اشاره کرد، وقتش هست واقعا که ما، حالا برخلاف این دوستمون که گفت نمیدونم ایران وضعش خرابه ولش کنیم، چرا تا مثلا برنامه متنوع بذاریم، بینندگانمون را از دست بدهیم یا ندهیم، عزیز من ما یک رسالتی داریم، پیرو اون رسالتی که داریم، دوست داریم مسائل جامعه ایران رو در ارتباط با ورزش پیدا بکنیم و اتصالاتش را نشان بدهیم. اگه موفق شدیم خب خوب، اگه هم بلد نیستیم که هیچ، تعطیلش بکنیم دیگه. اما دوست عزیز من، این روش کلن ایرانی ها رو این جور از هم جدا کردن در طول تاریخ، من فکر کنم بیشتر از هر چیزی کار این حکومت بوده. یعنی این حکومت دوست داره ما رو شق شق کنه. ما حالا بعد 35 سال هنوز اینو متوجه نشدیم، هنوز میگیم ایشالله فدراسیون فوتبال میاد حالا مثلا از بفرض محمود بیاتی یا پرویز کوزه کنانی قدردانی میکند. نمیکند. اینها دوستانی شبیه اسامی که گفتم رو خودی نمیدانند. ما وظیفه داریم که زیاد نچسبانیم خودمون رو. بفرمایید، خطی داریم؟ بفهمید. بفهمید جانم. الو، سلام علیکم قربان. سلام، یکم بلندتر صحبت کنید. سلام علیکم قربان. بفهمید. سلام علیکم. سلام عزیزم، بگید. عزیزم، به گوینده ورزش بگی خوش جل نده، خود آروم مؤدبانه صحبت. سبر جان، من میخواستم بگن که کدام بخش بیادبی بوده، مثل که قطعش کردی. بفهم. سلام عرض میکنم، میخواستم با آقای وارث صحبت کنم. وارث هستم، بفهمید. سلام عرض میکنم جناب وارث، واقعا بر دست شما درد نکنه با این برنامه بسیار عالیتون.
چون فرد با شخصیتی هستید هم برنامه های شما بی نظیره. من دارم جواب میدم به اون آقایی که چند لحظه پیش صحبت کردن و گفتن که عوض بردن اسم آقای نامدار و امثالهم از جوانهای بگین که در ایران در گوشه زندانها هستن. برنامه شما یک برنامه ورزشی هست و من فکر میکنم جناب جعفر نامدار شخص تنها شخصیتی بودن که به عنوان به داور بین المللی برنامه خودشون انجام دادن و هر چه در باره ایشون صحبت بشه فکر میکنم واقعا جای اونو داره. خیلی ممنونم خانم محترم. شما صحبت کردی راجع به ایشون نهایت سپاسگزارم. خواهش میکنم. شما از کجا تلفن میفرمید؟ من از کالیفرنیا زنگ میزنم. کالیفرنیا. موفق باشید. تلفن بعدی رو اگر داری بفهمی جناب. صداتون خیلی بد میاد دوست عزیز. آقا سپر وارث هستم. بفهمید. بفهمید. بله. بسیار ممنون. ممنونم. اگر صحبتی نیست تلفنی داریم سپه جان؟ قربان شما.